با اجازه جلسه رو شروع میکنم. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. دوره‌های جدید پی ام پی هم در حال آغاز شدن هستش. ما گفتیم که یک روالی توی فناوران بذاریم که از این بعد هر دوره‌ای که میخوایم شروع بکنیم حتما یک در حقیقت صحبتی با دوستان انجام بشه قبل از اینکه کسی بخواد توی کورس ثبت نام بکنه، بدونه که واقعا داره چه کورسی رو وارد میشه و در حقیقت با استادش، حالا استاد اون مبحث بیشتر آشنا بشه، نقطه نظراتش رو بدونه و در حقیقت از کورس بیشتر با خبر بشه و با آگاهی بهتری توی این کورس ثبت نام بکنه. برای کورس پی ام پی که ما اسمش گذاشتیم پی ام پی فاندیشن، در حقیقت ما توی این کلاس در حقیقت شما رو آماده میکنیم که برای امتحان پی ام پی در حقیقت برید جلو. خب من جلسه رو با اجازت شروع میکنم. من محمد امانی هستم، پروفیشنال مکانیکال انجینیر و پی ام پی دزیگنیشن دارم، در حقیقت دزیگنیشن هولدر پی ام پی هم هستم و مدرس این دوره. برای این دوره، این جلسمون، اجندایی که داریم، یه اینتروداکشن من بهتون میگم، در مورد پی ام پی اگزم یه کوچولو با هم دیگه ریویو میکنیم، در مورد آتلاین این ترینینگ کورس هم حتما میگم خدمتون و اگر که لطف بفرمایید و کوئسچناتون هم نگه دارید همه رو، توی چت ننویسید چون برای من خیلی سخت خوندنش همزمان با جلسه سخنرانی، اگر لطف بفرمایید و در آخر نگه دارید که من بتونم یه جایی یادداشت بکنید که بعدا بتونیم همه رو بپرسیم، عالی میشه. خب عرضم خدمتون که من همونجور که عرض کردم مکانیکال انجینیرینگ گرفتم از دانشگاه آزاد تهران مرکز و پوزیشن‌های مختلفی داشتم توی کانادا. سال هاست که توی اینجا کار میکنم. از انرکا توی هالیفاکس نواسکوشیا شروع کردم به عنوان سینیور مکانیکال انجینیر تو سینوس میشن کریتیکال، در حقیقت توی ساخت دیتا سنتر های راجرز کار کردم. 25 تا دیتا سنتر رو از اوون ساند انتریو تا لندن انتریو قسمت مکانیکالش رو من طراحی کردم به عنوان لید مکانیکال انجینیر توی شرکت اسنس لولین. آخرین پوزیشن مهندسی من بودش که کار میکردم، یعنی دیپارتمان مکانیکال انجینیرینگ SNC در اتاوا رو من ران میکردم که بعد از اون در حقیقت ریزاین کردم و دیگه الان فقط به عنوان فریلنس در حقیقت بعضی از پروژه‌های خیلی خاص رو خودم کار میکنم، ولی الان بیشتر فوکسم روی بیزنس هایی هستش که خودم در حقیقت دیولوپشون کردم و فاوندرشون هستم. فناوران، جینیوس کم، جینیوس مست و یه سری بیزنس های کوچولوی دیگه که قابل ذکر اینجا نیستش. عرضم خدمتونم که در مورد دزیگنیشن ها پروفیشنال مکانیکال انجینیر هستم و پی ام پی هم که خدمتون عرض کردم. در مورد اولین چیزی که من میخواستم خدمتون عرض کنم که خیلی ها براشون سوال هستش که این که اصلا دزیگنیشن چی هستش و سرتیفیکت چی هستش، اصلا این کدوم مهم هست کدوم مهم نیست. یه ذره سعی میکنم از لفظ قلم صحبت کردن کم بکنم، یه ذره خودمونی تر صحبت بکنم، بخاطر این ببخشید منو. عرضم خدمتون که راجب دزیگنیشن در حقیقت یک سرتیفیکتی هست که با یک امتحان بزرگ به حالت در حقیقت به حالت کاملا رسمی یک عنوانی به شما اهدا میشه. این در حقیقت فرق دزیگنیشن با سرتیفیکت هست. در حقیقت توی جاب مارکت کانادا سرتیفیکت گرفتن از هیچ ارگانی ارزش نیست، دزیگنیشن ولی ارزش هست. در حقیقت توی تفاوت سرتیفیکت و دزیگنیشن توی چهار قسمت میتونه در حقیقت بیان بشه. قسمت اول توی رزومه و برند. دزیگنیشن به این علت که یک قسمتی به اسم شما اضافه میکنه، در حقیقت برند شما رو قوی تر میکنه، برند شما رو بهتر میکنه، میتونه یک کاری بکنه که اسپاتلایت بیفته روی رزومتون. وقتی یه نفر داره رزومه رو نگاه میکنه، خب من خیلی وقتا تو مخصوصا تو اسنسی بودم، خب آدمای مختلفی رو در حقیقت
استخدام کردم. وقتی نگاه میکردم اون اول عنوان نگاه میکردم مثلا یک نفر بعد از اسمش تایتل پی ان جی داشته باشه، خب برای من بهتره، من راحت تر میتونم طرف رو ریکنایز بکنم که پروفشنال انجینیر هستش و یک تراستی رو در حقیقت ایجاد بکنم. در حقیقت این عمل تراست چیزی هستش که تو دزگنیشن اتفاق میفته. باید هیچ سرتیفیکیتی رو باید بگردی تو رزومه پیدا بکنید که اون طرف در حقیقت چه سرتیفیکیتی رو گرفته. شما به عنوان در حقیقت حالا مهندس یا مدیر یا هر شخصیتی که هستید، برای خودتون دارید توی کانادا یک برند رو میسازید و این برندتون با دزیگنیشن قوی میشه. تفاوت بسیار زیادی داره با سرتیفیکیت. در مورد کاست و تایمش هم عرض بکنم خدمتون که دزیگنیشن ها معمولا خیلی کاستلی تر هستن و معمولا تایم بیشتری رو میبرن. این هم یکی از تفاوتاش هست. موضوع اصلی هم که توی دزیگنیشن ایجاد میشه همین تراستی هستش که بین شما و کارفرما ایجاد میشه. قسمت بعدی که میخواستم خدمت رو عرض بکنم قسمت دقیقت horizontal و vertical education هستش. ما توی ایران و در حقیقت کسانی که از اون سمت از سمت میدلیست اومدن اینور اینو خیلی خوب درکش کردم بعد از مدتی که توی جاب مارکت بودم، اینکه به صورت در حقیقت عمودی یا به صورت vertical اگه که یه نفری ایژوکیشن خودش قوت ببخشه، یعنی لیسانس بگیره، فوق لیسانس بگیره و دکترا، تفاوت بسیار زیادی داره با کسانی که توی لیسانس یا توی مقطع لیسانس شروع میکنن اون قسمت رو بس دادن و دزیگنیشن ها و سرتیفیکیت های مربوط به رشته خودشون رو میگیرن. جاب مارکت کانادا ترجیحش اینه که شما لیسانس داشته باشید با دزیگنیشن ها و سرتیفیکیت های زیاد به مراتب در مقایسه با اینکه پی اچ دی داشته باشید ولی غنای در حقیقت نالجی نداشته باشید و اون پروف و اون تراست رو نتونید ایجاد بکنید که آیا واقعا از توی اون رشته‌ای که میخواید فعالیت بکنید آیا در حقیقت صلاحیت های لازم رو دارید یا ندارید. در حقیقت یه بریفلی در مورد تفاوت های دزیگنیشن و سرتیفیکیت. در مورد دزیگنیشنی که حالا ما میخوام در مورد صحبت کنیم که دزیگنیشن پی ام پی هستش، پی ام پی در حقیقت یکی از چندین سرتیفیکیتی هستش که همونجور که از قبل چون سرتیفیکیتی هست که بعدش امتحانی میگیرن در حقیقت یه دزیگنیشن شما اهدا میشه. دو تا از این نقطا سرتیفیکیتی که شرکت پی ام آی صاحبش هستش توی این مبحثی که من الان دارم در موردش براتون صحبت میکنم جا میگیره، دزیگنیشن پی ام پی و دزیگنیشن سی ای پی ام. این دوتا دزیگنیشن، کسانی که دنبال این دوتا دزیگنیشن باشن میتونن توی این کورسی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم قرار بگیرن. این دوتا هر دوتا راجب پراجکت منیجمنت، کسانی که دارای در حقیقت اون بکگراند مناسب و اون اکسپریانس های مورد نیاز باشن میتونن یک زب به سمت پی ام پی برن، ولی کسانی که در حقیقت اکسپریانس خاصی ندارن توی زمینه های پراجکت منیجمنتی میتونن از سی ای پی ام شروع بکنن و انشاءالله بعد از مدتی که اون زمان گذشت بتونن پی ام پی رو بگیرن. یه جوری شبیه ای آی تی و پی ان جی در حقیقت ابتدای راه، کسانی که خب در حقیقت اکسپریانسش رو ندارن ای آی تی اول ثبت نام میکنن و اول ای آی تی دزیگنیشن هولدر میشن و بعدا به سمت پی ان جی میرن. توی پی ام پی هم میتونه باز سی ای پی ام شروع بشه و به سمت پی ام پی بره. پس ارگانیزیشنی که در حقیقت تمام این دزیگنیشن ها رو میتونید ازش بگیرید شرکت پی ام آی هستش که آدرس وبسایتش هم در حقیقت pmi.org هستش که در حقیقت یه جورایی هاوس آف پراجکت منیجمنت هستش. قسمت های دیگه هم داره، مثلا ما الان داریم رو دزیگنیشن ACP مثلا میخوام برای قسمت اجایل هم کار میکنیم که ایشالا تو فناوران به زودی خدمت رو ارائه بشه، ولی این مبحثی که الان من دارم خدمت شما رو صحبت میکنم در مورد پی ام پی هستش به طور اخص. در مورد اوورویوی که من میخوام راجع به این سرتیفیکیت پی ام پی بهتون بگم، سه تا دلیل من که باید در حقیقت پی ام پی رو بگیرید. این دلیل ها دلیل هایی هستش که خود ارگانیزیشن پی ام آی عنوان میکنه و
من هم همونا رو خدمتون عنوان میکنم. اولین قسمتش قسمت پروفه، در حقیقت به کلاینتاتون، به کارفرماتون و به مشتریاتون به راحتی ثابت میکنه پی ام پی داشتن که شما نه تنها از نظر نالج سواد اون کار پراجکت منیجمنت رو دارید، بلکه اکسپریانس های لازم رو دارید و یک نهاد بالا دستی داره شما رو رگولیت میکنه، شما رو کنترل میکنه، مطمئنه که شما در حقیقت اون نالجی که دارید همیشه آپدیت هستش. این پروف خیلی قسمت مهمی هستش. بسیاری از در حقیقت پروژه ها، مخصوصا پروژه های بود، من از همه عزیزانی که دقیقا توی جلسه هستن خواهش بکنم که همه تون لطفا میوت بکنید، چون بعض وقتا سری صدایی میادش. عرضم خدمتون که اون پروف که داشتم خدمتون عرض میکردم برای خیلی از پروژه نیاز هستش که دقیقاً مارکت دیمند وجود داره. خیلی از پروژه، مثلا من پروژه تعویض یک سری کولینگ تاور بودش برای گورنمنتال بیلدینگ که وقتی که میگفتن که پروجکت منیجرش حتما باید پی ام پی دزیگنیشن هولدر دزیگنیتد باشه که به حال تا بتونید اصلا توی اون بیت ها شرکت کنید، پس بخاطر همین مارکت دیمندش رو داره. قسمت بعدی کامپیتنسی و کانفیدنس هستش. کامپیتنسی یا در حقیقت صلاحیت هایی که تو خودمون ما میخوایم احساس بکنیم با داشتن پی ام پی، بعد از گذراندن دوره ها، بعد از مطالعه کردن اون کتاب ها، استاندارد ها به همون داده میشه. نه تنها ما به بقیه نشون میدیم که واقعا اون صلاحیت ها رو داریم، بلکه خودمونم واقعا باورمون میشه و در حقیقت کامپیتنسی و کانفیدنس با هم دیگه در حقیقت در ما ایجاد میشه. مطمئن میشیم که واقعا ما از نظر ادبیات صحبت، ادبیاتی که باید، ادبیات پروفشنالی که باید توی جلسات به کار ببریم، از نظر در حقیقت شناخت داکیومنت ها، شناخت پروسس ها، شناخت در حقیقت اینکه کجای کار هستیم، کجای پروژه هستیم، نظام تصمیم گیری در داخل پروژه بسیار مهم هستش که این در حقیقت ما اینا رو بدونیم. خب عزیزانی هستن که با حالتهای در حقیقت تجربی به این نقطه رسیدن. گرفتن پی ام پی در حقیقت یه پروفی هستش که شما واقعا اون چیزایی رو که در حقیقت تو عالم واقعیت تجربه کردی بتونید به بقیه هم اثبات بکنید. پروف مخصوصا برای ما امیگرانت ها بسیار مهمه، چون خیلی همون دنبال کار میگردیم. دزیگنیشن ها خیلی 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 مهم هستش برای کار پیدا کردن، بهتون به جد میگم. مخصوصا گلدن کامبینیشن برای رشته های مهندسی و خدمت رو عرض بکنم و رشته های دقیقا معماری، اینی که حتما با پی ام پی بگید. حالا او ای ای میشید به اضافه پی ام پی، یا پی انج میگیرید به اضافه پی ام پی، این گلدن کامبینیشن باورتون نمیشه. یعنی من خودم، خب خودم اینو تجربه کردم، بعد از اینکه پی انجامو گرفتم یه دفعه دروازه ها باز شد. یعنی واقعا زنگ هایی که بهم زدن از سمت ریکروترها، شاید قبلش خیلی سختی میکشتم تا اینکه یه نفر مثلا رزومه منو نگاه بکنه، بعضی که پی انج گرفتم بسیار بهتر شد و بعضی که پی ام پی گرفتم به شدت بهتر شد. اینو بهتون قول میدم که واقعا همین اتفاق واسهتون میفته. حالا در مورد خود پی ام پی، پی ام پی به حال بعد از گرفتنش، این در حقیقت تراک آف ریکوردی هستش که خود ارگانیزیشن پی ام آی در اختیار گذاشته توی نورث امریکا. حالا توی یو اس اینو مقایسهش کرده، کسانی که در حقیقت پی ام پی دزیگنیتد هستن، این در حقیقت رنج حقوقیشون هستش که با تو از 1 تا 5 سال سابقه کاری داشته باشن با پی ام پی، از 103,000 دلار شروع شده و تا 130,000 تا بالا رفته. در حقیقت به عنوان یه رول آف تامپ یا یه در حقیقت یک قانون نانوشته که وجود داره توی مارکت، کسانی که دزیگنیشن هولدر هستن توی پی ام پی با کسانی که نیستن یه مقایسه شون کردن و 25% گفتن که حقوق رو اضافه میکنه. خیلی عدد خیلی بزرگی است. همونجوری که میبینید کسانی که دارن به عنوان پراجکت منیجر کار میکنن توی یو اس، که خیلی از قواعد یو اس توی کانادا هم اپلای میشه. خیلی هم میگن که کانادا یه
استیتی از آمریکاست. به خاطر همین یه جورایی تمام رگولیشن ها، تمام قواعدی که پشت قضیه کانادا هستش معمولا به آمریکا وصله. این قواعد در حقیقت حقوقی هم معمولا همین تبعیت میکنه. در مورد اینکه خب چجوری شروع بکنیم، از کجا شروع بکنیم، همجوری که میبینید برای گرفتن، برای اینکه به اون نقطه‌ای برسیم که به حال امتحان بدیم و وارد در حقیقت لیست کسانی که پی ام پی سرتیفاید هستن و پی ام پی دزیگنیشن هولدر هستن، مسیر این شکلی هستش که اول اپلیکیشنتون رو سابمیت میکنید و بعد از اینکه ریویو شده در حقیقت بهتون اجازه داده شدش که شما میتونید در حقیقت به مرحله بعدی برید، یه پیمنتی باید پرداخت بشه، حالا اکسپریانساتون رو باید در حقیقت اعلام بکنید، بعضی وقتا آدیت میشید، حالی که رندوم بعضی آدیت میشن، در حقیقت پرونده هایی باید از طریق در حقیقت نظام کنترلی توی هر سازمانی آدیت بشه که مطمئن بشن که در حقیقت اون چیزایی که شما پروواید کردید، داکیومنت هایی که پروواید کردید همه لجیت هستش و همشون واقعی هستن، که این سیستم آدیت اتفاق میفته. برای خود من شخصا اتفاق افتاد. آدیتش بسیار ساده است ولی خب به هر حال اتفاق هم میفته. بعد از این باید یک سال وقت دارید که توی امتحانی شرکت بکنید و بعد از اینکه تو اون امتحان انشالله قبول شدید دزیگنیشن هولدر میشید. حالا در حقیقت الیجیبیلیتی که برای اینکه وارد امتحان بخواید امتحان پی ام پی رو بدید چه چیزایی هستش، همینجوری که میبینید میتونید دیپلم داشته باشید، یعنی یه دیپلم دبیرستانی داشته باشید و اینکه 60 ماه یا 5 سال سابقه کاری داشته باشید مینیمم، و همینجوری که میبینید تو همشون 35 ساعت هم باید توی کلاس آموزشی فرمال شرکت بکنی که در حقیقت این کلاسی که ما براتون در حقیقت طراحی کردیم این قسمت رو براتون کاور میکنه، یعنی در حقیقت داکیومنتی که براتون تهیه میشه، سرتیفیکیتی که بهتون ارائه میشه از طرف فناوران و شخص من که امضا میکنم این رو براتون، همون داکیومنتی هستش که ثابت میکنه شما 35 ساعت کورس فرمال رو گذروندید و میتونید برای امتحان در حقیقت برید. برای قسمت بعدی میتونید در حقیقت یه بچلر دیگری داشته باشید با 2 سال کار، یا 4 years degree که با 3 سال کار، که این هم قواعدش بسیار ساده هستش. حالا برای اطلاعات بیشتر هم حالا باز میتونید خود سایت pmi.org شکر کنید. در مورد قیمت این امتحان هم همجور که میبینید $405 امتحان برای کسانی که ممبر هستن و کسانی که نام‌ممبر هستن $555 که همیشه ما توصیه میکنیم که معمولا ممبر بشید. به حال متریال های مختلفی رو پروواید میکنن، سمینار های مجانی هستش که PMI برای در حقیقت کسانی که ممبر هستن پروواید میکنه و به حال ارزش داره که توی این در حقیقت ارگانیزیشن ممبر بشید. حالا توی این کورس در حقیقت اهمیت این کورس چی هستش؟ خب بسیار از دوستان سوال میپرسن که خب مثلا یودمی هم این کورس ها رو برگزار میکنه و 35 ساعت قیمت بسیار بسیار نازلی هم داره، خب چه فرقی میکنه این کورس با کورس های دیگه؟ یک اینکه اولا بدونید ما کورس همون تمامش لایوه، در حقیقت با هم دیگه یه اینتراکشن لایوی داریم، کلاس ها ضبط شده نیستش هیچ کدوم از کلاس ها. قسمت بعدیش در حقیقت کوچینگ و منتورینگ هستش که من خودم اینو انجامش میدم معمولا تو خود کلاس ها. به حال من سابقه زیادی دارم، حالا هم تو ایران هم تو اینجا، از نظر پراجکت منیجمنت میتونم به حال اونا رو در اختیارتون بذارم و به حال نه تنها من، توی کلاسمون کسانی که همه هستن ماشاءالله به حال یه بک‌گراند خوبی دارن، تجربه هم نشون داده که خیلی‌ها میتونن تجربیات خودشون رو شیر بکنن با هم دیگه و اینتراکشنی که توی کلاس هستش خیلی باعث قوت میشه تو خود کلاس. قسمت بعدی من هیچ کدوم از قسمت هایی که توی سر کلاس باید آموزش بهتون داده بشه به سرعت ازش نمیگذرم، حتما سعی میکنم که یه دیپ اندرستندینگی در شما ایجاد بشه و در حقیقت جلسه به صورت یک مونولوگ وجود نداره که من بیام سخنرانی بکنم
و تموم بشه شما یه سری مطالبی یا یادداشت بکنید، یه سری چیزایی ببینید، خب بیشتر بک اند فورس میشه، صحبت میشه، از شما تجربیاتتون رو در اختیار میذارید، منم ازتون یاد میگیرم در این حال سر کلاس، و بقیه دوستانم در حقیقت این اطلاعاتشون رو شیر میکنم، و این که جریان شیر کردن اطلاعات خیلی کمک بقیه میکنه. در مورد هزینه ها، خب به حال هزینه ها رو ما به عنوان امیگرانت در ابتدایی که مخصوصا شما که تشریف میارید داخل حالا کانادا، آمریکا و کشورهای دیگه، معمولا خود چون ریال رو به دلار تبدیل میکنیم، هزینه هاش خیلی واسه ما مهمه، اینو برای هممون قابل درک هستش، منم مثل شما دقیقا همه مسیر رو گذروندم. مایندستی که وجود داره در حقیقت توی کانادا و آمریکا خیلی روش تاکید میکنن توی جلساتی که به حال مدیران و به حال آدمایی که صاحب نظر هستن توی زمینه، اینه که این در حقیقت هزینه هایی که پرداخت میشه رو به دید هزینه نبینید، به عنوان کاست نبینید، به عنوان اینوستمنت روی خودتون ببینید، و این اینوست کردن روی خودتون خیلی کمک میکنه که بعداً بتونید جاب بهتری بگیرید، نتورک بهتری پیدا بکنید، و این خیلی قسمت مهمش نتورکش هستش، و اینکه به این فکر بکنید که بعدها این هزینه ها به راحتی جبران میشه. یعنی حسابشو بکنید، یه کسی که داره حقوقش 60,000 تا هستش، با گرفتن یه سری دزیگنیشن ها وقتی حقوقش بشه 90,000 تا، دیگه حالا اون $100 $200 $500 که برای سرتیفیکیتش شده گمه کاملا. ولی این باعث میشه که خب بعضی از دوستان همونجوری که میدونید خب روند رشدی خیلی سریع طی میکنن. من خودم همین شکلی بودش، دوره های بسیار زیاده تو کانادا رفتم و هزینه های خیلی زیادی هم دادم، مخصوصا تو کانادا اگه که آشنا باشید خودتون حتما میدونید دوره های بسیار گران قیمتی هست. ما تو فناوران تمام تلاشمون این بوده که اون دوره های بسیار گران قیمت رو با هزینه های خیلی دقیقاً منطقی تر بتونیم براتون پروواید بکنیم. همین دوره که الان من خدمتتون عرض می‌کنم، دوره دقیقا پی ام پی توی دقیقا سازمان خود پی ام آی به صورت ورکشاپ، یعنی که اینتراکشنی وجود نداره، یعنی شما یعنی استاد فقط صحبت میکنه، معمولا توی 4 روز هستش که آخر هفته هستش برگزار میشه، $1,000 آمریکایی هستش که میتونید خودتون خود وبسایتشون هم تشریف ببرید و اونجا ببینید. ولی خب ما دوره هامون فکر میکنم زیر $300 هستش، ولی باید حالا در داخل خود وبسایت $300 البته کانادا. در مورد آدیت هم خدمت رو عرض کنم که یک سری دوستان رندوملی آدیت میشن، یه سری از دوستان هم اگه که در حقیقت اکسپریانساشون رو به صورت درست ننویسن ممکنه آدیت بشن. این هم خدمت رو عرض کنم، بعضی که آدیت میشن خب چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه مدارکتون رو فرستادید، اکسپریانساتون رو فرستادید، که اکسپریانساتون باید در حقیقت اون مقدار ساعتی که باید تجربه داشته باشید توی در حقیقت 8 سال گذشته، که حالا معمولا میگفتن 3500 ساعت که باید سابقه کاری داشته باشید، این میتونه تو ایران باشه، میتونه تو کانادا باشه، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. میتونه پروژه ساختمونی باشه، میتونه پروژه مکانیکال باشه، میتونید حتی یه پروژه ساخت یه فیلم باشه. یعنی من میخواستم این ذهنیت رو داشته باشید که پروجکت منیجمنت یعنی پی ام پی فقط برای رشته مهندسی نیست، اصلا این حرف درست نیست. کسی که میخواد یه دونه دقیقاً بیزنس رو راه اندازی بکنه حتما باید یه سری نالج ایریا ها رو بلد باشه، بدونه که در حقیقت یک پروژه رو از کجا شروع بکنه و چجوری تمومش بکنه. این مسیری که در داخل پروژه هستش، نالجش و در حقیقت بسته‌بندی این قضایا به پروجکت منیجمنت مشهور هستش که ما اون خدمت رو ارائه میکنیم. پس اگر که آدیت شدید احتمالا باید بهتون یک کاغذهایی رو میدن که میگن که اینو به کسانی که یک کسی از دوستانتون یا همکارانتون یا رؤساتون که توی این پروژه با شما بودن بگید اینو براتون بنویسه و امضا بکنه و واسه ما چسب بزنن و سیل بکنن براتون بفرسته. اگر که همچه اتفاقی افتادش از دوستانتون توی ایران حالا یا توی کانادا، هر کسی از دوستانتون میتونید کمک بگیره که این کار انجام بده. نظام بسیار ساده هستش، یه کوچولو وقتگیر هستش ولی کلا ساده هستش. در مورد قضیه ریفاند، که این که مثلا اگر که به حال شما یه پولی پرداخت بکنید برای خود ارگانیزیشن پی ام آی و
و پشیمون بشید، بگید که من نمیخوام حالا این کارو انجام بدم، تا 30 روز میتونید ریفاند بکنید. اینم در مورد قضیه ریفاند. حالا در مورد خود کورس پی ام پی خدمتتون عرض کنم که الان در حال حاضر که من دارم خدمتتون صحبت میکنم، کتاب اصلی که ما کار میکنیم کتاب پی ام باک ادیشن 6 هستش. قرار بود ادیشن 7 به زودی وارد بازار بشه، ما منتظرش بودیم ولی چون وارد بازار نشدش و خودشون هم هنوز نمیدونن که واقعا کی میخوان اینو ریلیز بکنن، به خاطر همین ما هم تصمیم گرفتیم که کلاسامون رو شروع کنیم. پس الان فعلا ادیشن 6. کلاس های ما توی 16 جلسه برگزار میشه، معمولا 2 ساعت و نیمه. درسته که ما بعد 35 ساعت کلاس رو برگزار کنیم، معمولا تجربه بهم نشون داده 40 تا 42 ساعت من معمولا کلاس برگزار میکنم، برای اینکه مطمئن بشم تمام قسمت کامل کاور شده باشه و چیزی از قلم نمیندازیم. قسمت بعدی هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم این هستش که در حقیقت این 35 ساعتی که ما پرامیس میکنیم که حتما دلیور بشه و در حقیقت روی سرتیفیکیت که ارائه میکنیم هم حتما منشن میشه، این هستش که یه قسمتش لکچره، یه قسمتش هم با هم دیگه تست میزنیم و یه قسمتی هم ماک تست میزنیم که مطمئن بشیم که توی امتحان انشالله بتونید موفقیت لازم رو به دست بیارید. در حقیقت توی پراجکت یه سری تعریف داریم و یک سری قسمت‌های مختلفی داریم. من می‌خوام یه کوچولو یک به قول اینجا یه گلانسی ازش بهتون نشون بدم در حقیقت که توی فرآیند پراجکت منیجمنت پروسس چه اتفاقی می‌افته. عرضم خدمتتون که پراجکت به هر موقع یه محصولی بخواد تهیه بشه، حالا این شامل دلیوربل میتونه باشه، انواع مختلف میتونه ریپورت باشه، میتونه یک محصول و پروداکت باشه، هر چیزی که به صورت یونیک ایجاد بشه و فرایند این قضیه یک شروع و یک پایانی داشته باشه بهش میگیم پروژه. مثلا پروژه ساخت یک واحد ساختمانی، پروژه در حقیقت طراحی یک پارک، یک چیزی که شروع داشته باشه و پایان داشته باشه و این پایانش خیلی مهمه. مثلا تولید سری مثلا تویوتا دقیقاً به عنوان یک پروژه نیست، یعنی یک خط تولید به عنوان یک پروژه معنی نمیده، باید حتما پایان داشته باشه. توی این شروع تا پایان یک پروژه 5 تا پروسس گروپ اتفاق میفته. قسمت ابتداییش اینیشیتینگه. فکرشو بکنید میخواد یه بیزنس بزنید، یه بیزنس میخواد توی کانادا بزنید، تازه تشریف آوردید میخواد بدونید که مثلا یه بیزنس آنلاین بزنید. اولین قسمتش اینیشیتینگه. اینیشیتینگ در حقیقت فکر کردن به همه جوانب اون پروژه است، شامل فیزیبیلیتی استادی، مثلا میدید دو تا چهار تا میکنید ببینید که اصلا سود داره نداره، این حساب کتاباش در حقیقت میشه فیزیبیلیتی استادی. مارکت ریسرچ میکنید ببینید کامپتیتوراتون کیا هستن و در حقیقت مراحلی که در حقیقت بیشتر در مورد فکره ولی عمل توش وجود نداره. تا این قسمت میشه اینیشیتینگ و بعد از اینکه پراجکت منیجرتون رو مشخص کردید که حالا کی میخواد این فکر رو اجرا بکنه، این قسمت میشه اینیشیتینگ. بعد از اینکه پراجکت منیجرتون رو انتخاب کردید و یه قراردادی باش بستید، وارد فرایند پلانینگ میشید. حالا پراجکت منیجر وارد این پروژه میشه و شروع میکنه اون چیزی که شما انتظار دارید در نهایت به دست بیارید براتون اجرا میکنه. چی کار میکنه؟ روی 10 تا نالج اریا شروع میکنه کارا رو انجام دادن. که حالا نالج اریا ها رو خدمتتون عرض میکنم. توی قسمت پلانینگ پس بهش فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، همه رو در حقیقت داکیومنت سازی میکنه و قسمت پلانینگ تموم میشه. بعد از اینکه قسمت پلانینگ تموم شد، من البته خیلی دارم همه قضایی رو ساده سازی میکنم، وارد فرایند اکزیکیوتینگ میشه که همزمان باهاش در حقیقت مانیتورینگ و کنترلینگ هم اتفاق میفته. پس وارد فرایند اجرا میشیم، حالا اون چیزایی که در حقیقت داکیومنت کردیم رو پلان کردیم شروع میکنیم دونه دونه اجرا میکنیم و همزمان هم فرایند کنترلی انجام میدیم که مطمئن بشیم همه چیز
روی پلان داره جلو میره. بعد از اینکه کارمون تموم شد، محصول ایجاد شد، کامل چکش میکنیم، تستش میکنیم توی قسمت مانیتورینگ و کنترل، و وقتی مطمئن شدیم کامل همه چیز سر جاش هستش، پروژه رو میبندیم و فرایند کلوزینگ اتفاق میفته. دقیقاً ساختار کلی یک پروژه میتونه باشه. همینجوری که میبینید دقیقاً ساختار کل پروژه تو قسمت اینیشیتینگ، پلانینگ، اکزیکیوتینگ، مانیتور و کنترل و قسمت کلوزینگ اینجوری هستش. معمولاً اکزیکیوتینگ خب حدوداً 35% تا 55% زمان انجام کار و هزینه ها تا حدود 75% تو قسمت اکزیکیوتینگ اتفاق میفته. یه اتفاقی که حالا خیلی از دوستان معمولاً کسانی که میان و شروع میکنن به یه بیزنس این هستش که خیلی اشتباه میکنن و فکر میکنن چه قسمت اکزیکیوشن رو بلد هستن میتونن تو بیزنس موفقی درست کنن، که اینو من همیشه به همه شاگردان میگم. میگم اگر که مثلا نونوا هستید و نونوای خیلی خوبی هم هستید، اصلا دلیل نیستش که بتونید یه بیزنس موفق رو بزنید، چون یک بیزنس مثل یک پروژه حتما شامل این 5 تا قسمت میشه. یعنی حتما باید قسمت اینیشیتینگ، حتما قسمت پلانینگ، حتما قسمت مانیتور و کنترل و قسمت کلوزینگ هم اتفاق بیافته. وقتی یه دور اون نونتون رو کامل درست کردید، انجام شد، با کیفیت بود، دادید به کلاینت، کلاینت راضی بود، از اون به بعد دیگه فرایند تکرار و تکرار و تکرار میشه. یعنی از قسمت پروژکت به قسمت اپریشن دقیقا وارد میشه، که اون قسمت دیگه پارتی از این کاری که ما میخوایم انجام بدیم نیست. در حقیقت توی این کورس ما 13 تا چپتر از کتاب پی ام باک و 3 تا قسمت که تازگی اضافه کردیم به کلاسامون این قسمت ها رو درس میدم. من سشن 1مون اینتروداکشن هستش، قسمت 2 در حقیقت فریمورک کاری هستش، انوایرومنتمون، و قسمت در حقیقت پوزیشن پروجکت منیجمنت، اینکه پروجکت منیجر بعداً چگونه اصلا اینتگریت میکنه و نالج های رو به هم مخلوط میکنه، اینکه اسکوپ کار مشخص بشه، قسمت اسکیجولینگ نالج اریا رو دارم عرض میکنم خدمت رو، قسمت کاست و هزینه ها، قسمت کوالیتی، قسمت ریسورس، حالا شامل دقیقا فیزیکال ریسورس و هیومن ریسورس که هر دوتا با هم دیگه هستش، قسمت کامیونیکیشن که همجور که میدونید 90% کار یک پراجیکت منجر ترو کامیونیکیشن اتفاق میفته. این یکی از کامیونیکیشن، یکی از اون ضعفاییه که ما خیلی به عنوان امیگرانت معمولا داریم. اگر دوستانی هستن که معمولا خب خیلی هستن تو ایران پراجیکت منجر بودن، وقتی اینجا تشریف میارن این یادتون باشه تقریبا تو سالهای اول تقریبا محالی که به عنوان پراجیکت منجر بتونید انتخاب بشید، باید یک کوچولو از پایین تر شروع کنید، که بیشترش به خاطر در حقیقت لنگویج و در حقیقت زبانمون هستش. خیلی طول میکشه تا اینکه واقعا زبونتون به اون حدی برسه که کامل بتونید تمام پروژه رو بتونید کنترل بکنید. تکس تایم، ولی حتما به اون نقطه میرسه و من خودم رسیدم. فقط می‌خواستم بدونید که یه ذره باید، حالا دوستانی هستن تو پروژه خیلی بزرگی تو ایران کار کردن، وقتی اینجا میان شاید براشون یه ذره سخت باشه که بخوان یه ذره بیان از ردای پایین‌تر، ولی خب به حال این اتفاقی که باید بیفته. توی قسمت بعدی در مورد ریسک صحبت می‌کنیم، در مورد قسمت پروکیورمنت صحبت می‌کنیم، استیک هولدر و در حقیقت ذینفعایی که در داخل پروژه هستن، قسمت اجایل اپروچ، اجایل فاندامنتال و قسمت اتیک و در حقیقت لام هستش که این قسمت لاش افتاده، و در مورد اخلاق هم صحبت میشه که حتما به حال هر دزیگنیشنی پشتش یک تعهدات اخلاقی هم وجود داره که حتما باید تو اون قسمت هم کاور بشه. در مورد خود امتحانتون خدمتتون عرض کنم که من یک فکر کنم 7 دقیقه دیگه هم وقت دارم. در مورد امتحان خدمتتون عرض کنم که امتحان قدیم 200 تا سوال بود، از 2 ژانویه امتحان با روش جدیدی داره برگزار میشه. یک کوچولو هم سوالات لو رفته بود تو دوره قبلی، که ماها به عنوان یک خود من به عنوان کسی که در حقیقت توی این ارگانیزیشن دزیگنیشن هولدر هستم اعلام کردیم و امتحان رو کامل عوض کردن. امتحان با سبک جدید دیگه، یعنی اون سوالای قبلی دیگه همه از دور خارج شد، الان سوالات جدید 180 تا هستش. معمولا 5 تا تست رو حذف میکنن از توی خود امتحان، که قدیم توی روش امتحانهای قدیم 25 تا سوال رو حذف میکردن، الان 5 تا سوال رو حذف میکنن و در حقیقت
امتیاز 175 تا سوالات برای شما حساب بشه. معمولا هیچ کجا اعلام نکردن، خود پی ام آی هم اعلام نکرده، ولی معمولا 65% به بالا اگر که درست بزنید امتحان رو قبول میشید. 230 دقیقه برای در حقیقت حل کردن این 175 تا سوال وجود داره. چون توی این امتحان ما به عنوان فارسی زبانان و کسانی که در حقیقت زبان اصلیمون زبان مادریمون فارسی هستش، ما این امکان رو نداریم که به زبان مادری امتحان بدیم. ما میتونیم درخواست اکامودیشن بکنیم و این درخواست اکامودیشن یک کوچولو طول میکشه ولی خیلی میارزه، چون تا حد اکثر تا 50% به زمان ما اضافه میکنن. حسابش رو بکنید 230 دقیقه به اضافه 50% این 230 دقیقه یه حدود 6 ساعت وقت میشه که شما میتونید با یه آرامش خاطر بیشتری امتحانتون رو بدید و خیلی کمکتون میکنه. حالا دوستانی که در کلاس بیان ما حتما کمکشون رو میکنیم توی این مراحل هم انجام بدن و دقیقا اون کامیونیکیشن رو انجام بدن که بتونن به موفقیت برسن. من صفحه بعدی را میشه بریم. خب توی امتحانه قبلی در حقیقت ما توی 5 تا قسمت تست میشدیم، همون 5 تا پروسس گروپی که خدمتون عرض کردم: اینیشیتینگ، پلانینگ، اکزیکیوتینگ، قسمت اکزیکیوشن، قسمت مانیتورینگ کنترل و قسمت کلوزینگ. الان اپروچ امتحانی کوچولو عوض شده، ساختار به این سمت رفته که توی 3 تا حوزه در حقیقت از شما امتحان میگه و توی کارنامه‌تون توی 3 تا حوزه در حقیقت انگار تست شدی، در مورد پیپل، پروسس و بیزنس انوایرمنت. که این قضیه بیزنس و فهم بیزنسی یک پروجکت منیجر بسیار مهمه. من توی کلاس ها خب به حال سعی میکنم مثال های متعددی بزنم از پروژه‌ای که فیل شده، از پروژه‌ای که بعد اون پروجکت منیجر فهم بیزنسی رو میداشه، یا با رفتار کردن با آدمایی که در داخل پروژه هستن، شامل دقیقا پروجکت تیم یا کی استیکهولدرها، اینکه چه جوری باهاشون برخورد بشه. فهمیدن انسان ها بسیار قسمت مهمی هستش که توی این پروسس. الان دیگه دقیقا به جای پروسس گروپ ها دومین ها هستن که در حقیقت امتحان ازش گرفته میشه، که ساختار امتحانی در حقیقت عوض شده. ساختار امتحانی نالجش عوض نشد، یعنی کسی که تو کلاس ما میان، خب ما چون واقعا ترولی نالج رو ترانسفر میکنیم معمولا اونا مشکل ندارن. حالا کسانی که یه ذره تریکی و در حقیقت با امتحانی اون شکلی کار میکنن یه ذره احتمالا دردسر پیدا میکنن توی این دوره جدید امتحانی. توی این دوره که من در خدمتون ایشالله هستم، کسانی که علاقه من باشن در خدمتشون باشیم، همین کتاب پی ام باک ادیشن 6 رو ما کامل تدریس میکنیم. به کسانی که داخل کلاس بیان بهشون یک اکسس به متریال های ریتا هم داده میشه، شامل 1400 تا تست هستش و کتاب های ریتا که به صورت آنلاین میتونید مطالعه بفرمایید. کتاب های دیگه ای هم ما در اختیارتون میذاریم، اونا رو کار نمی کنیم، ولی میخواستم بدونید که متریال خیلی هست. بهتون میگم هر کسی که میخواد قبول بشه این کتاب پی ام باک رو اگه چندین بار بخونه و کاملا مسلط بشه احتیاج به هیچ نوع کتاب دیگه نداره. ولی خب اون فهمیدن و در حقیقت اون understanding کامل براشون میخواد اتفاق بیفته، هم تو مرور زمانه، هم با مثالهای خیلی زیاده، هم با تست ایجاد بشه. یعنی فقط با گوش کردن به یه لکچر محال ممکنه که این اتفاق بیفته. باید تست زده بشه و توی تست متوجه بشی که توی اون پوزیشنی که یک امتحان داره سوال میپرسه که پروجکت منیجر الان باید چه تصمیم بگیره، نظام تصمیم گیری تو ذهنتون چندین بار امتحان بدید، چندین بار تمرین بکنید تا ان شاءالله به اون درک لازم برسید. در مورد در حقیقت توی کلاس هم ما کمکتون میکنیم برای امتحان، یه استادی پلان براتون تهیه میکنیم و یه سری گروپ اکتیویتی هایی داریم که در حقیقت بتونید هم من سعی میکنم کلاس همون یک کوچولو مخصوصا توی اپروچ جدیدم سعی کردم یه ذره بیشتر پروژه محور بکنم، به خاطر این داکیومنت های خود پروژه رو به صورت واقعی در اختیارتون میذارم، پروژه
طراحی کردم برای این دوره جدید که انشالله دوستانی که میان با داکیومنت ها به صورت واقعی در حقیقت سر و کله بزنن تا اینکه واقعا اون نالج واقعی براشون ایجاد بشه. خیلی دوستان توی حالا در زمینه پروجکت منیجمنت اطلاعاتی دارن ولی واقعا چنج لاگ ندیدن، تا حالا هیچ موقع چنج ریکوست نزدن، واقعا داکیومنت مثلا ایشو لاگ اصلا نمیدونن چیه. پروژه رو به صورت خیلی سنتی بردن جلو. اونا به عنوان اکسپیرینس قابل قبول هست و پی ام آی اونا قبول میکنه، ولی برای اینکه بخواید این امتحانو بدید باید داکیومنت های دقیق به صورت استاندارد همه رو دقیق پر کرده باشید که ما تو سر کلاس سعی میکنیم دقیق تمام از پروژکت چارتر تا دقیق تا انتهای قضیه که فاینال ریپورت ها هستش و برای کلوزینگ پروژه هستش همه رو کار بکنیم. کلی هم تست در اختیارتون میذاریم و خیلی انتظار داریم که شما آدمای هارد ورکینگ باشید، چون تمرین زیاد داره و در حقیقت درس خوندنش خیلی زیاده. کسانی که درس بخونن و گوش بکنن و علاقه داشته باشن که واقعا یاد بگیرن 100% قبول میشن. خب به حال اون دورهای قبلی هم نشون داد واقعا که تو کلاسای ما همه اون کسانی که واقعا سر کلاسا می اومدن، واقعا گوش میکردن و واقعا درس رو انجام میدن راحت قبول شدن. خب به حال خودتون track of record ما رو توی گروه فناوران هم ملاحظه حتما فرمودید. من دیگه صحبتم تموم شد.